بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. با نام و یاد خداوند بزرگ، پروردگاری که در نعمتهای بیکران او غرق هستیم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان ارجمند برنامه عارفانه. آرزومند هستم که از نعمت عافیت و صحتمندی برخوردار باشه انشالله، و در هر نقطه از دنیا که تشریف داره انشالله که در ظل توجهات خداوند متعال و الطاف ویژه حضرت ولیعهد علیه السلام زندگیتان سرشار از برکت و موفقیت باشه. خوشحال هستم که امروز توفیق یافتیم از طریق برنامه عارفانه در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی باشیم. قرار است که انشالله امروز در رابطه با راهکارهای به یاد مرگ بودن صحبت بکنیم، با توجه به اینکه در آیین مقدس اسلام و در کلام اهل بیت طاهرین علیهم السلام به وفور میتونیم مشاهده بکنیم از اینکه به ما دستور و توصیه فرمودن که طوری زندگی بکنیم که مرگ را همیشه جلو چشم خود ببینیم، و اینکه انسان به یاد مرگ باشه میتونه که آثار تربیتی فراوانی در زندگی او داشته باشه. به همین خاطر خواستیم که در برنامه امروز در همین رابطه انشالله مطالب زیبا و ارزشمندی را به دست بیاریم، تا اینکه بدانیم چه راهکارهایی وجود دارد تا اینکه مرگ در زندگی خود همیشه در نظر داشته باشیم. در خدمت کارشناس محترم مسائل دینی و استاد محترم حوزه جناب آقای عالمی بزرگوار هستیم. انشالله در این برنامه از محضر ایشان کسب فیض خواهیم نمود. خدمت شما را سلام داریم آقای عالمی، خیلی خوش آمدید. علیک السلام و رحمت الله. من هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و تمام دستندرکاران این برنامه ارزشی، و همچنین سلام و ارادت دارم خدمت بینندگان عزیز و محترم. سلامت باشید. تشکر میکنیم از حضور ارزشمند شما آقای عالمی در برنامه امروز. خدمت عزیزان بیننده مختصرا عرض کردیم بابت اینکه چرا این موضوع را انتخاب کردیم، و فقط خواستیم که قبل از ورود به بحث از این بیننده در جریان هستن و بیشتر در جریان باشن که به لحاظ دینی به هر حال خیلی مهم هست این که انسان از مرگ غفلت نداشته باشه و طور زندگی بکنه که خلاصه به یاد مرگ باشه. میخوایم ببینیم که حالا چه راهکارهای اصولا وجود داره برای اینکه انشالله بتونیم با توصیه ها و رهنمود هایی که بزرگان دین فرمودن ما بتانیم که به این مهم دست پیدا بکنیم، یعنی در زندگی به یاد مرگ باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چون در مباحثی که قبلا داشتیم یک اشاراتی در این موارد شد، خوب است یک مروری به همون بحث گذشته داشته باشیم، تا این که بینندگان عزیز و محترمی که در جلسات قبلی بوده یا شنیده و متذکر بشود، و همچنین کسانی که در اون جلسه نبودن و حالا میشنوند، یک اشاره به این مطالب داشته باشیم که ما در رابطه با لزوم یاد مرگ و اهمیت این امر مهم از دیدگاه آیات قرآن و روایات معصومین بحثی رو انجام دادیم که در روایات معتبره و سیره معصومین و همچنین در آیات قرآن به این لزوم تأکید شده بود و اهمیت فراوانی در مسئله یاد مرگ به چشم میخورد. لذا در تعابیری که از زبان ائمه معصومین ما و از زبان دوربار حضرت پیامبر بزرگوار اسلام در این زمینه داشتیم، که از جمله حضرت از زبان دوربار اون حضرت نقل شده بود که اونهایی که به یاد مرگن و اونهایی که مرگ و مردن را توجه دارن، اونها را هم درجه با شهدا معرفی نمودن حضرت، و همچنین اونهایی که به یاد مرگ و مرگ اندیشن، اونها را با عنوان انسانها و افراد زیرک و باهوش تعبیر داشتن حضرت پیامبر بزرگوار اسلام، و همچنین فکر کردن در مورد مرگ را از بهترین اندیشه ها و از برجسته ترین عبادات معرفی کرد حضرت پیامبر بزرگوار اسلام، و همچنین در سیره معصومین این مسئله بسیار واضح به چشم می خورد.
و همچنین در رابطه با برخی آثار یاد مرگ اشارات رفت که ما در اون جلسه در رابطه با آثار فردی که برای انسان این یاد مرگ دارد بعضی از مطالب را ارائه کردیم. و حالا بعضی از آثاری که در رابطه با آثار اجتماعی که دارد یک چند اشاره داشته باشیم و بعد در رابطه با راهکار این یاد مرگ انشاءالله خواهیم بحث را ادامه داد. بسیار. که در این رابطه ما داریم که آثار اجتماعی که این یاد مرگ دارد اونطوری که نقل شده است یکی از آثار اجتماعی یاد مرگ اینه که عدالت اجتماعی رعایت می شود. خیلی یک موضوع مهمی هست. تحقق این آرمان مقدس بسیار مهم هست. اگرچه در رابطه با تحقق این آرمان مقدس که عدالت اجتماعی باشه می تواند قوانینی که از ناحیه انسان ها وضع بشود تا جای راهکار باشه، منتها این قوانین به عنوان ضمانت اجرایی درونی نمیتواند این امر مهم را تحقق ببخشد. درست است که قوانین یک سری مطالب را وضع میکنه و برای انسانها یک قید و قیود را وضع میکنه این قوانین، منتها این قوانین رعایت کردنش و ضمانت اجرایی درونی میخواهد. خب حالا این ضمانت اجرایی درونی چی میتواند برای قانون باشد؟ این یاد مرگ و به یاد مرگ بودن و به یاد کیفری که بعد از مرگ برای انسان خدای تبارک و تعالی اینها را مد نظر گرفته است، این میتواند بهترین ضمانت اجرایی برای قوانینی که بشر برای نظم اجتماع و عدالت اجتماعی او را طرح میکنه، این میتواند بزرگترین ضمانت اجرایی باشد. اینجاست که مسئله ایمان و عقیده پایش در میان میاد، نقش اساسیش را اینها به نمایش میگذارد. اگر ایمان به خدا داشته باشد یک انسانی، اگر عقیده به مرگ و به قیامت و به حساب و به کتاب داشته باشد، این اعتقاد و باورمندی به مرگ و اعتقاد به خدای تبارک و تعالی و ایمان به خدای تبارک و تعالی و همچنین ایمان به حساب و کتاب، اینها ضمانت اجرایی میشه تا این که این امر مقدس که عدالت اجتماعی باشه در دنیا تحقق پیدا بکنه، در عالم تحقق پیدا بکنه. لذا اونجا تا زمانی که اگر این ضمانت اجرایی درونی نباشه، خب نمیشه که این قوانین همه این عدالت اجتماعی را تامین بکنه و این عدالت اجتماعی رعایت بشه. لذا در لسان معصومین ما بر این امر اساسی اشارات شده است که از وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره عدالت اجتماعی و رابطه اون با یاد مرگ و آخرت گرایی حضرت جمله زیبایی را ازش نقل شده و می فرماید: سوگند به خدا اگر تمامی شب را بر روی خارهای سعدان به سر ببرم و یا با غول و زنجیر به آن سو و این سو کشیده شوم، خوشتر دارم تا به پیامبرش تا خدا و پیامبرش را در حال ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم کرده باشم و چیز را از اموال عمومی غصب کرده باشم. حضرت خیلی نکته ظریف را اشاره می کند که در رابطه با عدالت اجتماعی است که این عدالت اجتماعی را چی می تواند ضمانت اجراییش باشه؟ همین یاد مرگ باشه و همین حساب و کتاب. حضرت می فرماید: من دوست دارم که روی خارها کشانده شوم، به غول زنجیر به این سو و اون سو کشیده شوم، اما ای برای ما خیلی سنگین است که در روز قیامت خدا و پیامبرش را به گونه ملاقات بکنه انسان که از نسبت به یک شخصی انسان ظلم کرده باشه، ستم کرده باشه، حق مظلوم را خورده باشه، از اموال اجتماعی انسان بیاید غصب کرده باشه.
پس اشاره دارد حضرت پیامبر، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در رابطه با عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی را چی میتواند تحقق ببخشد؟ همین یاد مرگ هست. انسان اگر به یاد مرگ نباشد، خب در فکری این مسائل نیست. دقیقا. این یاد مرگ است که انسان را وادار میکند که عدالت اجتماعی را رعایت بکند. درست. و مهمترین نکته تربیتی کلام امام علیه السلام این است که حضرت بله پیوند میان عدالت اجتماعی و آخرتگرایی را در این جمله به نیکی بیان کرده است. خب اینا بیانگری چیه؟ بیانگری اینه که این یاد مرگ است که میتواند این عدالت اجتماعی را تأمین بکند و ضمانت اجرایی برای این عدالت اجتماعی باشد. درست. این یک نکته. نکته دوم و دومین چیزی که از این یاد مرگ و آثار اجتماعی که مترتب است به این یاد مرگ، پایداری و حفظ ارزش‌های دینی است. این ارزش‌های دینی که در جامعه دینی وجود دارد، حفظ و پایداری و استقامت در رای این ارزش‌ها این مهم است. اگر این یاد مرگ نباشد و اگر اون آخرتگرایی نباشد، توجه انسان به اون آخرت نباشد، بله. استقامت نمودن و پایداری در این ارزش‌های دینی کاری ساده نیست. لذا یکی از پیامدهای یاد مرگ پایداری در حفظ ارزش‌های دینی هست که در این میان قرآن عظیم الشان و روایات مسئله جهاد را در راه خدا یکی از ارزش‌های دینی نام برده است. اونجایی که می فرماید قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. خب اشاره داره به اینی که اونهایی که به یاد مرگن، اونهایی که باور و عقیده دارن به زندگی پس از مرگ، بله، اینها هستند که میآید در ارزش‌های دینی و در پای ارزش‌های دینی استقامت می‌کنند. و اینها قرآن می‌فرماید اونهایی که گمان می‌کند که اونها خدا را ملاقات می‌کند، اینها چی گمان می‌کند؟ کم من فئه غلبت فئه کثیره، که یک طایفه و یک عده قلیلی می‌تواند به واسطه صبر و استقامت و پایداری و استقامت در رای ارزش‌های دینی خود بر فرقه زیادی، بر تعداد زیادی انسان غلبه پیدا بکند به یاری خدای تبارک و تعالی. و الله مع الصابرین، این هاست که صبر میکند، استقامت و پایداری از خود نشان میدهد. اوج این استقامت ما در سرزمین کربلا در حادثه عاشورا ما مشاهده میکنیم که امام حسین علیه السلام این استقامت و پایداری را در حفظ ارزش‌های دینی به نمایش گذاشتند. بله. آنان که با آگاهی و واقعیت‌های زندگی و حقیقتی پس از مرگ اینها باور داشتند و ارزش‌های دینی را اینها عقیده داشتند، اونچنان پایدار و استوار در مقابل دشمن برای حفظ ارزش‌های دینی استادن که دشمن را این استقامت و صبر اون حضرت واقعا به شگفت در آوردن. بسیار عالی. که جملاتی عجیب نقل شده است، وقتی که میگه نزدیک میشد حضرت به شهادت و یارانش از هی پشت سر هم به شهادت میرسید و نزدیک میشد به شهادت حضرت، این دشمنان میگه وقتی که نگاه میکردیم به چهره امام حسین، میدیدیم که چهره امام حسین بشاشتر میشود، تعجب میکرد اینا که با این وضعیت همه یارانش میره به شهادت میرسه، ولی حضرت هر قدمی که برمیدارد به سوی شهادت چهرهش بشاشتر برافروخته‌تر میشود. اینجاست که تعبیری از اونها آمده که انظرو لا یبالی للموت، نگاه کنید که اصلا باک از مرگ ندارد. خب این از کجا آمد؟ ای یاد مرگ و به یاد مرگ بودن و برای اینه که یقین دارد مرگ و مردن را، این ارزش ها را اینقدر پایداری میکند و ایستادگیری میکند. تشکر میکنم.
بهتر. خیلی سمته. بله. ممنون از نظر شما بینندگان عزیز، همچنان همراهی بفرمایید. انشاءالله باز هم فرصت داریم که در خدمت جای عالمی باشیم و در رابطه با راهکارهای به یاد مرگ بودن بیشتر بشنیم. با ما همراهی بفرمایید. از امیر المؤمنین و سید الوصیین علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل شده که از ایشان سوال شد که ای المؤمنین اکی است؟ کدام یک از مؤمنان زیرکتر و باهوشترن؟ فرمودن اکثرهم ذکرن للموت و اشدهم له استعدادن. در میان مؤمنین زیرکترین و باهوشترینشان کسانی هستند که بیشتر از سایرین به یاد مرگ باشند و برای مردن آمادگی بگیرند. انشاءالله قرار بعدی که با جاهای عالمی بزرگوار داریم در برنامه بعدی اختصاصا در رابطه با آمادگی مرگ صحبت خواهیم کرد که بحث بسیار ارزشمندی خواهد بود، اما در برنامه کنونی صحبت ما در رابطه با راهکارهای به یاد مرگ بودن هست که آثار و برکات فراوانی برش مترتب هست. در خدمت شما هستیم. حضور فرمایید. البته چند تا آثاری، بسیار آثار زیادی اجتماعی دارد که چون فرصتی نیست که به همه این آثار اشاره بشه، لذا به برخی از این آثار اشاره شد. خب حالا میریم در بخش دومی بحث که مسئله راهکارهای تقویت یاد مرگ باشه. چی میتواند ما را وادار بکند و باعث بشود که ما به یاد مرگ باشیم؟ باید. این سوال اساسی است واقعا. خب حالا اونطوری که از آیات و روایات به دست می آید، یکی از راهکارها مرگ باوری هست. همینه که انسان، خود انسان مرگ را باور داشته باشد و اعتقاد داشته باشد به مرگ، این راهکار هست و تقویت میکند انسان را که انسان به یاد مرگ باشد. مرگ باوری از جهت تربیتی آثار عملی بسیار مهم و تقویتی و در تقویت یاد مرگ جایگاهی ویژه‌ای دارد که در آیات قرآن و روایات نیز به این مطالب تأکید شده است از زبان پیامبر بزرگوار اسلام. در این رابطه جمله آمده است که حضرت در این روایت دارد: هرگاه باورهای قلبی شما ضعیف شد، با خواندن قرآن و یاد مرگ اون را تقویت بکنید. همینه که انسان به یاد مرگ نباشه، خودی اینه که انسان بیاید مرگ را باور داشته باشه، ای راهکار میشه و تقویت میشه انسان که به یاد مرگ بیفتد، بیشتر به یاد مرگ باشد. رضا حضرت این راهکار را برای ما و شما بیان میکنه. اگر باورهای قلبی شما نسبت به مرگ اینها اگر ضعیف شد، قرآن بخونید، چون آیات قرآن، جملاتی که در قرآن وجود دارد، اونها بیانگری این واقعیت های الهی و این حقیقتی انکار ناپذیر هست. و نیز اون حضرت درباره شناختن انسان‌های مرگندش سخنی دارد که از ایشان نقل شده که به افراد نگاه کنید، هر کسی که یقین به مرگ دارد، رفتار و کردار او کنترل شده است و از اعمال ناشایست دوری می‌کند. حالا اینی که انسان باوری به مرگ داشته باشه و عقیده به مرگ داشته باشه و قاطعانه منتظر مرگ باشه، حتما رفتار خود را کنترل میکند، برخورد خود را کنترل میکند، تمام کار انسان حساب شده انجام میگیرد. و همچنین از وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده است که مردم اگر اونها، یعنی مردگان را، در اندیشه خود بیاورد یا پرده ها کنار رود، مردگان را در حالتی می نگرد که حشرات گوشت هایشون را خورده و چشمه هایشون که با سرمه او را زیبایی می بخشید خاک پر کرده است، زبان های اونها پاره پاره شده است و قلب هایشون رو به خاموشی گراییده است. وقتی که بدن انسان را می بیند، پوسیدگی تازه‌ای بر بدن اونها آشکار شده است.
اینها اون یاد مرگ را در خاطره انسان تقویت می کند. بله. و در برخی منابع آمده است که اگر یاد مرگ به صورت یقین در قلب انسان جا کند، در اون اثر خواهد کرد، در این هنگام شادی و سرور از انسان کم می شود و قلبش شکسته می شود. پس می بینیم این یاد مرگ و باورمندی و اعتقاد و مرگ باوری خودش راهکار هست به سوی اینی که انسان به یاد مرگ باشد. بله، خدا خیلی سخت. و دومین چیزی که اثر دارد، راهکار می تواند باشد به یاد مرگ بودن، مطالعه پیوسته آیات و روایاتی به مرگ هست. انسان در آیات قرآن نگاه بکند، خیلی از آیات قرآن این مسائل مرگ و مردن را و حیات بعد از این دنیا را مطرح کرده است. اگر انسان به این آیات که آیات بسیار صریح این مسائل را مطرح کرده نگاه بکند، اینها باعث میشه که انسان بیشتر به یاد مرگ باشد. و همچنین روایاتی که مربوطی به مرگ هست از زبان معصومین، این مسائل مطرح شده، انسان به اونها توجه بکند و اونها را بیشتر دقت بکند. اینها یک نوعی آمادگی را برای انسان ایجاد میکند که انسان به یاد مرگ باشد. لذا یکی از راهکارهای اساسی که میتواند به یاد مرگ بودن را در انسان تقویت بکند، مطالعه آیاتی است که در اونها مسائل مربوط به مرگ اشاره شده است. خدا خیر سمسه. آقای علی مسخره میکنم. خیلی بجا هست که امیال یادی بکنیم از کتاب ارزشمند مرحوم شیخ عباس قمی در این زمینه، کتاب شریف منازل الاخره. ده. که ترجمه فارسی داره و در دسترس همگان هست. واقعا مطالعه این کتاب که مملو از آیات مربوط به مرگ و روایات متعدد اهل بیت علیهم السلام هست و در حقیقت از طریق کانال وحی که تنها راهی است که ما بتونیم مجهولات نسبت به مرگ خود به معلومات تبدیل بکنیم، ایشان این کتاب ارزشمند را تألیف کردن و در اختیار ما قرار دادن. ده. کتاب شریف منازل الاخره که انشالله بینندگان عزیز همین اسم را باید داشته باشن و تلاش کنن کتاب را به دست بیارن. امروز از طریق اینترنت و به دست آوردن پی دی افش یا تا اپلیکیشن های موبایلی و راحتی میتونیم این کتاب را به دست بیاریم و انشالله مطالعه بکنیم. که از سالی فرمودین اصلا یکی از راهکارهای این که انسان به یاد مرگ باشه مطالعه و به دست آوردن معلومات درست از طریق وحی است نسبت به مرگ. خدا خیرتان بده. خب حالا این راهکار را که میتوانیم بر بشماریم، یک حالت احتضار هست. بله. چی ببینید در آیات قرآن این مسئله صراحتا مطرح شده است. برای انسان محتضر چه حالات رخ میدهد؟ اگر بسان. انسان واقعا دقت بکند به این حالات، توجه بکند، اصلا عقل و شعور انسان به او حکم میکند که انسان باید از اون چی که از او زیان میبیند، اون چی که از او ضرر هست، خطرات و مشکلات را باید از خود دور بکند. این را عقل انسان حکم میکند و زمینه آسایش را عقل انسان حکم میکند و انسان باید برای خود فراهم بسازد. یکی از راهکارهای تقویت یاد مرگ، یاد آوری سختی هایی است که انسان هنگام احتضار و هنگام جان دادن با اون روبرو می شود، که در این رابطه آیات قرآن واقعا تعابیری تکان دهنده ای را دارد که اگر انسان با اون آیات نگاه بکنه و اون لحظاتی را که قرآن یادآور شده است، تعبیرات جالب را دارد. خیلی اینها انسان را متوجه می سازد و به یاد مرگ می اندازد. بله. اونجایی که دارد جاءت سکرة الموت، هنگامی بیهوشی و سختی مرگ فرا رسد، خیلی تعبیری عجیبی است. و در برخی از منابع آمده سکرة الموت یعنی حالت شدت مرگ، اون حالت شدتی که بر عقل انسان او غالب می شود و هوش را از سر انسان میبرد. این حالات کی رخ میدهد؟ اون حالتی احتضار که برای انسان رخ میدهد. لذا علامه بزرگوار، مفسر بزرگ علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می نویسد سکرات موت حالات درونی است که هنگام مرگ برای انسان به وجود می آید.
بدین صورت که از مردم انسان غافل می شود و به خود می پردازد، مانند انسان مستی که نمی داند با او چی می گویند. به همین دلیل بی توجهی و غفلتی از اطرافیان دارد، از او خاطر ایره میگه سکرت الموت. ببینید این علامه بزرگوار میفرماید اون لحظه اخیر انسان به یک حالتی میرسد که از تمام اطرافیانش انسان غافل میشود، فقط توجه انسان به خود انسان میشود، یعنی اون حالت معاینه مرگ را به چشم خود میبیند و یک حالتی برای انسان مسلط می شود، روح می دهد که انسان از اطرافش کاملا غافل هست، فقط و فقط اون لحظه آخر و اون لحظات را که طی می کند فقط در فکر خود می افتد. بله. این رو تعبیر کرده به سکرت الموت، یعنی انسان از اطراف خود کاملا غافل هست. به یک حالتی مستی و بیهوشی، همونطوری بله. که انسان مست چطور از اطراف خود غافل هست، این انسان اون حالت برای انسان دست میدهد. پس معلوم است که این حالات حالات سختی است، حالات خطرناک است برای انسان، لذا انسان به این حالات توجه بکند. لذا در بعضی از روایات و در بعضی از تعابیر از لحظه جان دادن به غمرات الموت نام برده شده است، یعنی شدتی مرگ. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، آیه قرآن میفرماید هنگامی که میبینی ظالمان در شدائد مرگ گرفتار هست. وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم در این رابطه تعبیری دارد که شبیه با همین تعبیری آیه قرآن است. ان للموت لغمرات هي اقطع من ان تستغرق تستغرق بصفت او تعدل على عقول اهل دنیا. حضرت می فرماید بدانید که مرگ سختی های دارد و دشواری های دارد که از اون نمی تواند انسان وصف بکند. عجیب است، انسان نمی تواند حتی به زبان خود اون سختی های مرگ و اون گرفتاری ها و اون شدائد مرگ را توصیف بکند، یا حتی نمیتواند با عقل و خرد انسان‌ها وجود در بیاید. اصلا قابل تعقل و تصور برای انسان نیست اون سختی‌ها و گرفتاری‌هایی که انسان او را در هنگام مرگ می‌بیند. وقتی که انسان به این آیات توجه بکند و به این روایات توجه بکند، اون سختی‌ها و مشکلات و گرفتاری‌هایی که برای یک انسان محتضر رخ می‌دهد، باید به فکر این سختی‌ها باشد و این خطرات را باید متوجه باشد، باید راهکار را برای این سختی ها انسان باید جستجو بکند. بله. که از این سختی ها و از این مشکلات انسان رهایی پیدا بکند و چاره بسنجد برای این که با این مشکلات روبرو نشود. خدا خیرتان به تاج عالمی، تشکر میکنم، بس ان شاء الله فرصت هست که خدمت هستالی باشیم و مطالب بیشتر را بیاموزیم. میرندگان عزیز ما را همراهی بفرمایید بعد از دیدن یک حواشی زیبایی که آماده نش هست، ان شاء الله واسم در خدمت شما خواهیم بود. از آنجایی که اصلی ترین راهکار به یاد مرگ بودن باور داشتن این حقیقت هست، در روایات متعدد توصیه شده که باید به خودمان تلقین کنیم این اعتقاد را، همچنان که وجود اقدس امام عصر علیه السلام در زیارت شریف آل یاسین هم در بخشی از این زیارت که در حقیقت عرضه اعتقادات مؤمن به امام زمانش هست دارد که حضرت می‌فرماید باید بگیم که و ان الموت حق و ان ناکرا و نکیرا حق، همچنان باید به خود تلقین بکنیم هر روز که مرگ حق است و سؤال نکیر و منکر در شب اول قبر حق است. تلقین این موارد باعث این میشه که باور به این حقیقت مهم یعنی مرگ در وجود انسان مؤمن مستحکمتر بشه. روایت کوتاهی خدمت شما از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنم، ان شاء الله با سن پای سخنان آقای عالمی خواهیم نشست. حضرت فرمودن اوصیکم به ذکر الموت و اقلال الغفلت عنه، شما را توصیه و سفارش میکنم به اینکه مرگ را زیاد یاد بکنید و نسبت به آن کمتر غافل باشید. و کیف غفلتکم اما لیس یغفلکم،
و چگونه شما میتونین از مرگ غافل باشین در حالی که مرگ از شما هرگز غافل نیست. در خدمت شما هستیم آقا، بفرمایید. بله، دومین راهکاری که برای یاد مرگ بودن برای انسان میتواند تأثیر بگذارد و تقویت بکند یاد مرگ را برای انسان، توجه به چگونگی جان دادن انسان‌های خوب هست. درست. در این رابطه هم قرآن عظیم شان روایات اسلامی توجه کرده و این مسائل را مطرح کرده. ذکر حالت جان دادن خوبان در قرآن و روایاتی که در اینه که مؤمنان و صالحان چگونه جان میدهد و خدای تبارک و تعالی هنگام جان دادن با اینها چگونه رفتار میکند، از رحمت و از عطوفت و مهربانی خود و تکریم الهی نسبت به اینها، اینها حالاتی است که برای انسان، انسان مؤمن، انسان صالح، خدای تبارک و تعالی این حالات را داره و نصیب اون انسان ها میشه. انسان اگر توجه بکنه به این آیات، به این روایاتی که در این زمینه آمده، قطعا اینها فرهنگ اسلامی است که تشویق میکند انسان را که به یاد مرگ باشد. درسته. زا آیه قرآن دارد در این رابطه، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا بما کنتم تعملون. بله. چقدر زیبا بیان میکنه، اونهایی که خدای تبارک و تعالی یعنی ملائکه را میفرستد، اونها را مرگ را بر اونها میفرستد، یعنی اونها را جانش را میستاند خدای تبارک و تعالی، طیبین اینها پاکانن، یقولون سلام علیکم، این ملائکه هایی که مأموریت دارد سلام خدا را به اینها میرساند، سلام علیکم ادخلوا بما کنتم تعملون، داخل بشوید به اون بهشت که اون نتیجه اعمال شماست و نتیجه کردار شماست. بله. پس میبینیم این حالات برای انسان صالح هست. یا در آیه دیگر میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون ونحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. چقدر زیبا بیان میکند این حالات را برای انسانهای صالح و انسانهایی که اونها واقعا ایمان به خدای تبارک و تعالی دارد و عمل صالح انجام میدهد. ملائکه ها میآید برای اینها بشارت میدهد، برای اینها میگه که شما دیگه حزن و اندوهی ندارید و بشارت میدهد به بهشت، به اون بهشتی که خدا برای شما وعده داده است. میفرماید نحن اولیاءکم، ما همراه شما هستیم، همچنین در حیات دنیا و در حیات آخرت. و این آیات را وقتی که انسان توجه بکند میبیند که حالات صالحان چگونه هست. بله. لذا به یاد مرگ میافتد و توجه میکند خودش را عیار بسازد که اون حالات برای انسان دست بدهد و ملائکه بیاید همراهی بکند. و یقین کسانی که گفتن پروردگار ما و خداوند یگانه هست، پس اینها استقامت کردن و فرشتگان بر اونها وارد می شود و اینها را به بهشت و به اون وعده های الهی بشارت می دهد. و همچنین روایات فراوان از امامان معصوم ما در این رابطه آمده. بله. که حالات مؤمنین را بیان کرده است که انسان مؤمن چگونه جان میدهد، اون ملائکه هایی که مأموریت دارد جان انسان های مؤمن را بگیرد، در روایات اسلامی آمده است که با برخورد نیک، با برخورد محبت آمیز با اینها سر و کار دارد و جان اونها را به گونه میگیرد که گویا این انسان ها از یک خرابه منتقل میشود به باغ و بستانی، از یک مشکلاتی رهایی پیدا میکند به آسایش و اون آرامش ابدی میرسد. بنابر تعبیری آقا امام حسین علیه السلام که در رابطه با مرگ تعبیر عجیبی دارد، فمل موت الا قنطرتون تعبرو بهم عن البعوث و الذرا
الى الجنت واسعه و النعیم دائمه. میگه مرگ جز پول نیست که انسان را عبور میدهد از این مشکلات و از این گرفتاری ها به یک بهشتی که او واسع هست و نعمتی که اون نعمت دائمی هست. انسان هایی که واقعا مؤمن هست، صالح هست، خدای تبارک و تعالی با اونها این گونه رفتار میکند. پس اگر انسان به این حالات انسان توجه بکند و این آیات قرآنی که حالات انسان مؤمن را هنگام مرگ این گونه بیان میکند، اون زمان است که انسان تشویق میشود به اینی که به یاد مرگ بیفتد و حالات را برای انسان خب مد نظر بگیرد که ما سرنوشت ما چی گونه خواهد بود. اینجاست که انسان به یاد مرگ میفتد. این یکی از میتواند راهکاری برای انسان باشد. و همچنین چگونگی جان دادن بدکاران، نقطه مقابل در قرآن و روایات علاوه بر این که چگونگی جان دادن مؤمنین و صالحین بیان شده و جان دادن انسان‌های بدکار هم در آیات قرآن بیان شده است. حاجا ما کمتر از دقیقه فرصت داریم. بله. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا والملائكه يضربون وجوههم و ادبارهم و ذوقوا العذاب الحريق. چقدر آیه خطرناکی است. سرنوشت انسان‌های بدکار هنگام مرگ چگونه است؟ خدای تبارک و تعالی می‌فرماید ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا. اگر می‌دیدید شما اونهایی که ملائکه جان اونها رو میگیرد، اونهایی که کافرن، اونهایی که ایمان به خدا ندارن، یضربون وجوههم و ادبارهم، ملائکه هایی که جان اونها رو میگیرد به صورت اونها میزند، به پشت و پهلوی اونها میزند و ذوق و عذاب الحریق اونها را، یعنی اون عذابی بچشن خطرناک را میگه بچشید. اینها حالات انسانهای بدکار هست. پس خلاصه بیاییم توجه بکنیم به حالات انسان هنگام احتضار که قرآن عظیم الشان صراحتا این حالات را بیان کرده. این حالات را اگر انسان توجه بکند انسان به یاد مرگ میافتد و تقویت میشود اون یاد مرگ و خاطره مرگ برای انسان. خدا خیرتان به توجه. تشکر میکنیم از فرمایشات ارجمند شما. به پایان برنامه رسیدیم و باید از خدمت حضرت عالی و بینندگان ارجمند مرخص بشیم. امیدوار هستیم انشاءالله شنیدن این مطالبی که در برنامه گفته شد برای همه ما راهگشا باشه تا اینکه بیشتر به یاد مرگ باشیم و انشاءالله از آثار ارزنده تربیتیش بهره‌مند باشیم. برای همه شما عزیزان بیننده آرزوی موفقیت و بهروزی دارم. در پناه ایزد متعال باشین. خداوند حافظ و نگهدار شما.